অত অহাগ به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر هستین جور و سعدمند باشین شاگردای عزیز به مضمون ریاضی سنف نهم خوش آمدین خب شاگردای عزیز و گرامی مضمون ریاضی سنف نهم هستیم درست است فصل چندم بودیم فصل سوم هندسه تحلیلی درس چندم میشه درس امروز ما و شما درس هفتم خب قبل که شروع کنیم شما قرار بود که کارخانگر رو به ما روان کنید از طریق چی از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 40 درست است یاد دارین دیگه نه اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم صحیح است فهمیدید چه رقم شد خب شاگردای عزیز درس امروز ما و شما یک تا هدف داریم یک تا عنوان ما و شما امروز میخوانیم او چی است حل سیستم معادلات خطی به روش افنا یا روش حذفی همش گفته میشه صحیح درس گذشته ما شما چی بود ما گفتیم حل سیستم معادلات خطی به روش تعویضی یا جایگزینی گفتیم یا جایگذاری هم برش گفته میشه کتاب ما شما نام شیر مانده بود روش تعویضی خواندیم درست است خب حال درس امروز ما شما چی است حل سیستم معادلات خطی به روش افنا پس میریم سر تخته ما برای تشریح میکنیم که روش افنا به چه صورت میباشد پس بریم سر تخته خب شاگرده عزیز و گرامی پس درس ما شما امروز چی است؟ حل سیستم معادلات خطی به روش افنا خب اگر یادتان باشد سیستم معادلات خطی گفتیم یا گفتیم بعضی از کتابا چی نوشته میکنه نام دیگه چی سیستم دو معادله دو متحول سیست دو معادله دو متحول این هم گفته چی حل کنید پس فرق نمیکنه بگیم سیستم معادلات خطی یا سیستم دو معادله دو متحول اردوش ارزش یک تاست یک معنی میته همین که ما و شما کار میکنیم خب با شما چی یاد گرفتیم اگر یادتان باشد یک روشی چی داشتیم روش ترسیم گراف گرافاش میکشیدیم نقطه ای که تقاطع بود نقطه ای که دو تا خط هم دیگر قد میکرد اینم نقطه یک ایکس دارد یک وای دارد اینم ایکس و وای چی میشه جواب سیستم معادلات خطی ما و شما میشه و درس باز گذشته چی خواندیم روش تعویزی رو خواندیم درست است یادتان هست دیگه امروز چی روش افنا رو میخوانیم حل سیستم معادلات خطی و روش افنا حل سیستم معادلات خطی به روش افنا یا گفتیم نام دیگه شد روش حذفی هم برش گفته میشه روش حذفی صحیح؟ فامیل چه رقم شد خب ما یک مثال نوشته میکنم بعد به چی افنا کار میکنم که بفهمین چی رقم است با عنوان مثال 2x ما و شما یک تا سیستم معادلات داره 2x جمع سه y مساوی با شش سیست و یک تا مثال دیگه چی است منفی 9y 4x منفی 9y با با عنوان مثال چهل و دو سیست این به ما و شما داده گفته این رو چی کار کن جوابشو بکشن نشه اگر یادتان باشد گفتیم که ایچی هست مادل یک تا خط است ایچی هست ای شکل عمومی است دیگه استاندارد نیست نه این شکل عمومیسته. عمومی است عمومی چه رقم بود البته این شش بادی بر بیاریم که بشه عمومی دیگه یک طرف صفر بود نه این دو بازه طرف 42 می طرف بیاریم او بر مساوی با صفر باشه میشه شکل عمومی خب ما میتونیم به شکل عمومی نوشته کنیم هم میتونیم به شکل استاندارد نوشته کنیم این خط گرافش میتونیم بکشیم رسم کنیم این خط هم گرافش میتونیم رسم کنیم نقطه ای که هم دیگه قد اونم یک ایکس داره یک وای داره اونم چی است اون میشه چه جواب ما x و, و وای ما و جواب ما و شما میشه همین سیستم جوابش همون x و y میشه این روش چی بود روش ترسیمی اما درس گذشته چی خواندیم روش تعویضی خواندیم روش تعویضی یا تو نفس گفتم یک تا از این معادلات فرق نمی مثلا من اولی رو انتخاب میکنم x نظر به y نوشته میکنه یعنی وای رو انتقال میدم اطراف تقسیم بر دو میکنم ما و شما در یک طرف تساوی میشه دیگه یک طرف میشه باز در معادل پایین به جای هم همون قیمتی که وضع شده همون رو وضع میکنم صحیح اما روش افنا به چه شکل است روش افنا به این شکل است دقت کنید میگم که ما باید روید در روش افنا باید ایکس ها دقیقا زیر هم نوشته شود وای ها زیر هم و اعداد زیر هم سیست بهتر است که اعداد طرف تصاوی باشه که خب سوال ما به این داده پس اگر این بر بود ما اعداد رو بر انتقال میدیم است؟ پس یک وای یک طرف باشد اعداد دیگه طرف باشد بهتر است به این میشه فهمیده چرا شد؟ خب x ها هم وای ها زیر هم و اعداد زیر هم نوشته شده نوشته باید شده خب هست حالا چی میکنیم روش افنا یا حذفی ما شما باید یا متحول x یا x یا وای، یک کدامش رو حذف کنیم چه رقم حذف میتونیم روش به این صورت است دقت کنید با عنوان مثال ما ها میخوایم حذف کنیم این چند است این 4 x است این چی است 2 است 4 چه خلاص میکنه منفی 4 که جواب شوه منفی با مثبت خلاص شوه شوه صفر صفر چی شوه؟ خلاص شوه. چون میفهمین صفر ضرب در هر چیز شوه او رو صفر میکنه خلاص میکنه درست است پس ما اگر بتانم اینی دو تبدیل به من فی ایکس کنم که دوزی چار اکس اگر جمع بسازیم جواب چند میشه صفر میشه هم الامن نیستن هم از هم کم میشه دیگه من چار با مثبت چار چند میشه صفر میشه سیست پس فاهم دیچه رقم شد پس ما اگر بیایم بخوایم ایکس ها رو یا حذف کنیم، باید بیایم ضریب های اینها را عددهاش مساوی ولی مختلف الالامه این چهار مثبت از با چهار منفی شود صحیح خب دو ما در ضرب در چند بسازم ضرب در دو منفی اگر بسازم دو دو چهار مثبت در منفی میشه منفی منفی چهار با مثبت چهار چند میشه خلاص میشه صحیح پس چی است ایکس ما شما افنا میشه یا حذف میشه ولی اگر بخوایم وای ها را حذف کنیم فرق نمیکنه X ایکس یا وای هر کدومش دلت شد تو باید حذف کنیم ما اگر بخوایم وای ها رو حذف کنیم این سه مثبت است این چی است منفی پس ما من اگر امی امیر زب در سه بسازم سه سه نوع مثبت میشه با نوع منفی خلاص میشه پس فرق نمیکنه X ایکس یا وای هر کدوم دلت شد میتونی افنا کنیم. فقط نکته چی که ما اگر یک افنا کنم ضرب در منفی دو کنم منفی دو را هم باید دهی ضرب کنم هم دهی ضرب کنم هم در آخر در کلش باید منفی دو ضرب شود تو فقط یک نمیتون در منفی دو ضرب کنی کلش باید در منفی دو ضرب کنی پس ما اموال میخوام یک افنا کنم از بین ببرم حذفش کنم سیست پس ما میایم چی میکنم انمی را ضرب در منفی دو میسازم. چرا منفی دو چون منفی دو ضرب دو مثبت چی میشه دو دو منفی در مثبت خلاص میشه خب پس اگر منفی ضرب در منفی دو بسازم در اینجا انتقالش میتونم خب دقت کنید این منفی دو در کلش باید ضرب شوه منفی دو در منفی دو اکس دو دو چار میشه منفی چار اکس سهیست منفی دو در مثبت سه دو سه شش مثبت در منفی منفی شش شش وای مساوی است با منفی دو ضرب در 6 دو 6 12 منفی در مثبت میشه منفی دوازده صحیح پس این منفی در کلش ضرب شد خب این معادل پایین هم که خودش نوشتن میکنم تغییر نداره صحیح پس میشه 4 x منفی 9 وای مساوی است با 42 خب حالا چی میکنم یک تا خط زیر از میکشم X ها رو با هم جمع میکنم وای ها رو با هم و اعداد با هم دیگه جمع میکنم وقتی میگم جمع باید نظر به علامش ببینی اگر هم علامه بود جمع میکنی علامه عدد بزرگتر اگر هم علامه نبود کم میکنی علامه عدد بزرگتر سیست؟ پس وقتی میگم جمع میکنم منظورش است خب این 4 منفی با 4 ایکس که خلاص میشه جوابش میشه 0 که 0 0 در ایکس خلاص میکنه پس ما نوشتن نمیکنیم خلاص کردیم سه است. منفی 6 وای با منفی 9 پس چی هست؟ منفی با منفی پس با هم دیگه جمع میشه 6 و نو چند میشه 15 علامه عدد بزرگتر پس میشه منفی 15 وای مساوی است با مثبت منفی دوازده دو با مثبت 42 هم علامه نیستن از هم کم میشه 42 و 12 کم کو میشه سی. صحیح علامه عدد بزرگتر پس میشه مثبت سی. خب حالا چی شد؟ حالا تبدیل به یک معادله یک متحوله شد. خب معادله یک متحوله رو خب ما و شما یاد داریم. در اطراف تقسیم بر چند کنیم؟ تقسیم بر ضریب وای. ضریب چند است؟ منفی 15 است. پس ما اطراف تقسیم بر منفی 15 میکنم. صحیح است؟ تقسیم بر منفی 15 اگر بسازیم. خب اینی منفی 15 با منفی 15 خلاص. پس وای ما و شما چند میشه ما دایم پایین نوشتن میکنم وای ما و شما میشه چه سی تقسیم بر 15 میشه دو مثبت در منفی میشه منفی دو پس وای ما چند دریافت کردیم منفی دو وای دریافت کردیم خب حال دیگه چی چه رقم است دقیقاً عین چی است روش تعویضی وقتی یک تا متولد دریافت کردی حال فرق نمیکنه دای معادل اول دای دا دوم یا دای دا دو فرق نمیکنه ده هر کدوم از معادله دل شد مندازی وای منفی دو مندازی و ایکس دریافت میکنی حال در کدام مندازی با نون شده می اولی مندازم پس من معادلش نوشتن میکنم دو x جمع 3 وای مساوی با شش سیست وای چند دریافت کردیم وای منفی دو دریافت کردیم پس به جای وای میمونه منفی دو پس میشه دو x جمع سه زب در منفی دو مساوی با شش خب ضرب کنین این دو x خودش 3 دو 6 مثبت در منفی 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 شش مساوی است با شش سیست خب یک معادله یک متحول است دیگه این منفیش دو انتقال بده ایکس یک طرف عدد ها یک طرف دیگه است منفیش دو انتقال بده میشه مثبت شش پس دو x مساوی با شش جمع شش که چند میشه دوازده میشه پس اطراف تقسیم بر چند تقسیم بر دو این تقسیم بر دو صحیح است این دو که دو خلاص پس میشه x ما و شما چند طرف میشه تقسیم بر دو میشه شش مثبت در مثبت میشه مثبت پس وای ما و شما شد منفی دو ایکس ما و شما شد شش سیست پس این چی است روش افنا ما یک بار دیگه تشریح میکنم بفاهمی. دقت کن خب گفتیم که باید به چه صورت باشه ایکس ها زیر هم نوشته شده باشه وای ها زیر هم و عدد ها زیر هم دیگه طرف تساوی باشه اگر نه باید خودت به تبدیل کنی در روش افنا سیست عالی وقتی به شک بود باز ما یکی از متولیان انتخاب میکنیم ایکس یا وای فرق نمیکنه باید افنا کنیم از بین ببریم حذفش کنیم ما یک انتخاب کردم گفته گفتم اگه یعنی دو را ضرب در منفی دو بسازم جوابش میشه منفی 4 که خلاص میشه صحیح پس ما چی کردم ایر دی ضرب کردم منفی دوره. را خب گفتیم اگر شما بخوای وایف نکنه ایر در سه ضرب میکنم سه سه نوع مثبت ای خودش نوع منفی است پس ضرب در سه میسازم او را مگه حل کنی فرق جواب را دور میکشه هیچ فرقی نمیکنه خودت در کتابچه حل یعنی تو بیا وای اول اف نکو سه بعد x دراف میشه x در یک از نقطه قیمتش واسه کو y دقیقا جواب ما و شما همین میشه y ما و شما میشه منفی دو x ما و شما میشه شش پس ما من چه منفی دو رو دایی ضرب کردم وقتی ضرب میکنین گفتم نقطه شمیسته تو باید در همه عناصر ضرب کنی فقط دایی ضرب نکنی ما دیدم بعضی از شاگردا فقط دمی ضرب کرد دیگار خودش نوشته میکنه های غلط میشه یا بعضی از شاگردا می دایی اردو ضرب کرد در آخر یادش میره ضرب کنه او هم غلط میشه پس تو یعنی عدد منفی دو رو که ضرب کنی در کلش باید ضرب کنی صحیح خب منفی دو ضرب در منفی مثبت دو میشه منفی 4 x منفی دو در مثبت سه y میشه منفی 6 وای منفی دو ضرب شش 6 جواب میشه منفی دوازده این معادل دو من کار ندادم خودش نوشته میکنیم زیر از اول خط میکشیم x ها باید با هم جمع شوه و y ها با هم و اعداد با هم خب منفی 4 بعد مثبت 4 خلاص میشه منفی 6 و با منفی 9 هم علامه هستند میشه منفی 15 و منفی 12 و مثبت 42 هم علامه نیستند میشه مثبت 30 اطراف تقسیم بر منفی 15 وای ما و شما میشه چند منفی 2 خب وای که دریافت کردیم حال ده هر کدوم از این 4 معادله فرق نمی کنه ده هر کدوم دلیت شد وای چند قیمت وزن میکنی منفی 2 وزن میکنی و دریافت میشه و ایکس ما و شما چند میشه 6 درست است پس چی شد روش افنا یک تا مثال کار کردم خب ممکنه شما در مثالی سر بخوری شاگرد عزیز دقت کن که با مثال تو این ایکس رو بخوای در چی ضرب کنی این نشه مثلا مثال این بجای 4 باشه 5x بجای 4 باشه چند 5x تو خود تو دو در چند کنی شوا 5 پس نمیشه، عدد دقیق وجود نداره عدد کسری یا اشاری دار باید ضرب کنیم صحیح پس اون مشکل میشه پس ما یک تا کار میکنیم که ور چیکار کنیم که به وانون نفر اینی دو باشد اینی پنج باشد یا اینی سه باشد اینی چهار باشد سر با چهار چی رقم تبدیل کنیم میشه تبدیل کرد یعنی باید در عدد کسری ضرب کنیم عدد چین ناطق ضرب کنیم که او باز کمی کار ما رو مشکل تر میکنه ما میخوام آسان تر شود پس پس ما یک از مثال این پاک میکنیم یک تا از مثال کار میکنیم که اگر سر نخور چی رقم چیکار کنه صحیح خب شاگردای عزیز یک تا مثال دیگه ما کار میکنم که گفتیم که ممکنه مشکل باشه که تو نتونی یک عدد پیدا کنی ضرب کنی یک سار بتونی افنا کنی صحیح است حالا رو چیکار میکنیم با عنوان مثال با یک مثال. مثال کار میکنم افتیکس جمع 5Y با عنوان مثال 5 وای مساوی است با پس اف ایکس جمع 5 وای مساوی است با 41 صحیح است و دیگه مدل دومش است 5 ایکس منفی 2 وای 5 ایکس منفی دو وای مساوی است با چند؟ مساوی است با افت مانوان مثال خب این چی میکنم؟ من این میخوایم کار کنم الان دقت کنید چه گرد عزیز؟ اینی افت و این پنج ما من بخوایم ایکس ها را افنا کنم یا وای ها را افنا کنم فرق من میکنه سایست افنا کنیم چه خم میشه ما یا پنج در چند کنم افت بشه شوا منفی هست خلاص کنه یا دو منفی در چند کنیم شوا پنج که خلاص کنه سایست پس نمیتونیم پس این چی کار میکنیم دقت کن این ما یک روش برات میگم آسان است وقتی که تو مثال قبل دیدی دیگه نه تو در یک عدد ضرب میکنه و چه ایکس دی پایین یا ایکس بالا خلاص میکنه اما با اون یک من ایکس ار میخوام افتنا با عنوان مثال شما میتونید وای باز افتنا کنید فرق نمیکنه من, من چی میکنم 5 ضرب در چند میسازم منفی 7 شو کسری میشه ولی ما عدد چی دقیق میخوایم که کار ما آسان شود چون اگه کسری شود با کسری خب بسیار مشکل میشه وقتی که نتونستیم اینی رو در یک عدد ضرب کنیم که او رو خلاص کنه میایم چی میکنیم دقت کن شگرد عزیز اینی ذری به زیره دهی ضرب میکنیم ذری به دی ده دهی ضرب میکنیم سیست چند است ذری به عدد عزیز هفت است ضرب در پنج و هفت پنج سی و 5 میشه سیست آلی ذری به چند است ای پنج است پنج در هفت ضرب کنی چند میشه او هم پنج هفت سی پنج میشه پس یک تاش منفی میمانی و هر خلاص میکنه صحیح پس فال نیچه رقم شد پس اگر نتانیستی تو یک تا رو ضرب کنی که او دیگه شوه از عدد از ده بالا ضرب کو عدد بالا را ده پایین ضرب کو پس من چی میکنم به این انجام میدم دقت کن شاگرد عزیز من اینی 5 در بالا ضرب میکنم ضرب در 5 و این ضرب در هفت ده پایین ضرب میکنم صحیح پس ضرب در 5 میشه 5 7 35 7 5 هم 35 ولی ارزش مثبته. یک تاش گفتیم باید منفی باشه. کدام منفی میمونه فرق نمی کنه. با نان میفهمم من انیر منفی میمونم. ضرب در منفی افت می کنم، ضرب در مثبت 5 می کنم. صحیح است؟ حالا فرق نمی کنه تو میتونی من... بالا رو منفی بونی. هیچ فرقی نمی کنه. خب اینو ضرب بسازیم. و بس ضرب بسازیم چی میشه؟ بهشک پنج پنج میشه. 7 5 35x 35x. حالا 5 در این ضرب 5 5 25 مثبت در مثبت میشه مثبته. 25 وای مساوی است با 5 41 5 4, 4 اگر میشه 205 صحیح است 205 خب پایین چه پایین منفی 7 در کلش باید ضرب شود منفی 7 در 5 7 5 35 مثبت در منفی میشه منفی 35 x صحیح است خب 2 7 14 منفی در منفی میشه چه مثبت پس مثبت 14 وای مساوی است با هفت هفت منفی در مثبت منفی چلنو منفی چلنو خب حال یار چه میکنه با هم دیگه؟ گفتیم جمع نکنیم میکس ها با هم وای ها با هم و اعداد با هم سی و پنج اکس مصبت با 35 اکس منفی خلاص یار دو هم دیگه میکنه؟ خلاص میکنه 25 وای با 14 وای چند میشه؟ 25 وای با 14 وای میشه 35 39. صحیح؟ پس میشه اردوش مثبت است. پس میشه 39 وای مساوی است با 205 با 49 این مثبت است منفی باید کم شود دیگه نه 205 49 رو مگه کم بسازم 205 49 منفی بسازین این میشه این میشه 1 این میشه 9 این میشه چند میشه 15 9 از 15 میشه 6 4 از 5 156 سیست پس میشه 156 156 دریافت کردیم حالی اطراف تقسیم بر چند؟ تقسیم بر 39 تقسیم بر 39 اگر بسازی 39 به برم تقسیم بر 39 سعیست؟ اینی 39 کرد 39 خلاص پس میشه چی؟ وای ما و شما چند میشه؟ وای مساوی است با 156 تقسیم بر 39 اگر بسازیم 39 میشه چند؟ 4 دیگه سعیست؟ 4 سه میشه 12 126 4 36 میشه 156 سایست. پس میشه 4 پس وای ما و شما چند شد؟ چار شد سیست پس وای تا نیستیم دریافت کنیم پس وای دریافت شد چهار خوالی وای ده هر کدوم از یاد دلت شد قیمت گذاری که فرق نمیکنه با در دوم میده فرق قیمت گذاری میکنیم به جای وای چند میمانم؟ چهار میمانم پس نویشتن میکنم پنج ایکس منفی دو وای مساویست با اف به جای وای چند وزن میکنم؟ اینمی عدد دریافت کردیم چهار وزن میکنم پس میشه پنج منفی 2 زبدر به جای وای 4 میمانم مساوی با 7 خب این اول ضرب است منفی 2 زبدر در 4 میشه 2 4 8 مثبت در منفی منفی پس شد 5 منفی 8 مساوی با 7 صحیح است منفیش انتقال بده میشه مثبت 8 پس 5 ما مساوی با 7 جمع 8 مساوی با 15 صحیح است اطراف تقسیم بر چند تقسیم بر ضرب یک ضرب ما و شما چند است 5 است برم تقسیم بر 5 خب یعنی 5 کس x کد 5 خلاص پس x شما میشه چند x مساوی است 15 تقسیم بر 5 هم چند نشه. میشه میشه 3 پس دو را زیرم خط میکشیم پس y ما و شما شد 4 x ما و شما شد 3 درست است خب پس شاگرد از فهمید چه رقم شد دیگه پس اگر گفتیم که باید به شکل چه رقم باشه؟ x ها زره هم، وای ها زره هم باشد. درست است؟ و اعداد زره هم. حالا چیکار میکنیم گفتیم اگر تو تا نیستی یک تا از این معادلات در یک عدد ضرب کنی که او دیگر بالا رو خلاص کنی یا بالا رو ضرب کنی پایین خلاص کنه خوب آسان تر میشه اما اگر چه عددی نتونی دریافت کنی میای چی میکنی مثلا ما یک رو بخوایم دریافت خلاص کنیم تو ضرب ایکس ای در پایین ضرب میکنی ضرب پایین دو بالا یک تاشم باید اگر م... یک, رق... یک رقم بتی، منفی بده که یکش مثبت شه یکش منفی هم دیگه رو خلاص کنه با این اون مثال اگر علی علی اگر ما و شما وای بخوایم در خلاص کنیم چیکار باید بکنیم این پنج زب در دو بسازیم پنج دو میشه ده سعیست در مخرج میشه ده منفی یعنی دو رو در صورت ضرب کنیم چی میشه دو پنج میشه ده مثبت سعیست پس پنج دهی ضرب میکنیم و این دو رو در پنج ضرب میکنیم پس چی میشه وایها خلاص میشه سعیست فاهم چرا قم شد دیگه نه پس شاگرده عزیز و گرامی پس هم چی حل سیستم معادلات خطی به روش افنا درست هست؟ خب شاگرده عزیز حل سیستم معادلات خطی به روش را خواندیم دو مثال هم کار کردیم گفتیم که دو شکل متفاوت که اردو شره با شما باید داد داشته باشید نه که کارخانیگار اگه کار کنیم از اردو سوال آمده سعیست؟ خب شاگرده عزیز پس من مار کنم حل سیستم معادلات خطی به روش افنار را ما و شما خواندیم اما کارخانگی کارخانگی گفته که تمرین های صفحه 82 کتاب باید چی کنید حل کنید به ما روان کنید از طریق چی از طریق واتس اپ نمبرش هم دیگه خودتان یاد دارین 20964 780 255 40 13 درست است شاگرد عزیز پایان درس هفتم از فصل سوم شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما را به الله پاک و مهربان می سپارم.